برامید پروردگار بزرگ و به همتا سلام عزیزان، بعد از ظهرتان بخیر. ساعت 2 بعد از ظهر است و برنامه رسم زندگی مگیت مرسف برنامه را نیم ساعت تقدیم شما میکنم. در ارتباط با وابستگی و یک بارها ما مباحث داشتیم با جناب استاد گرامی مجیب الرحمن اخبالفاق، ایشان روانشناس هستند. در ارتباط با وابستگی گفتن انواع وابستگی، عاملش در چی بوده میتونه چی زمینه سازی میکنه و اینکه ما یک فرد وابسته باشیم چه یا از راه را میتونه بر ما داشته باشه، اگر خوبی های هم داره منافی هم بر ما داره. این مسائل بوده که با جناب استاد گرامی در جریان گذاشتیم. امروز در ارتباط با راه های بیرون رفت از وابستگی میخوایم با استاد گرامی صحبت هایی داشته باشیم. اونایی که بیش از حد وابسته هستن با فرد، اول خود در ارتباط با عاملش یک بار دیگر میخوایم از استاد گرامی جویا شویم و بعد هم در ارتباط با راه های بیرون رفته از وابستگی در چه بوده میتونه. شما عزیزان هم میتونین تماس در برنامه داشته باشین و شما تلفن برنامه ما هم 0220-220-93 است. تا لحظات بعد ما با سخو به تماس های شما هم خواد بودیم در جریان صحبت هایی که با استاد گرامی میداشته باشیم. اگر شما میخواین چیزی در ارتباط با وابستگی بدانین یا راه های بیرون رفت از وابستگی، یا حس میکنین یک فرد وابسته هستیم و نمیخواین که وابسته باشین، میخواین با پای خودتون ایستاده باشین و یک فرد مستقل باشین، تصمیمتون مستقلانه بگیرین و میخواین در هر امور زندگیتان فرد باشین که بدون حس وابستگی با یک فرد دیگر بتونین زندگیتون رو به پیش ببرین، پس میتونین که تماس هم داشته باشین. اگر پرسش رو دارین با ما در جریان بگذارین، استاد گرامی پاسخ گمه باشن. حالا بریم به طرف بسته معلوماتی عزیزان، بدانیم در ارتباط با راه های بیرون رفت از وابستگی یا اینکه وابستگی چی است، در بسته معلوماتی بر ما شما چی تهیه دیده شده، برمیگردیم و صحبت استاد را می داشته باشیم. اغلب اوقات در یک رابطه ایتیوتی عشق و تعهد فراوان وجود دارد، اما برای آن که عشق و تعهد وجود داشته باشد باید کسی بتواند دیگری را آزادانه انتخاب کند، ولی یکی از نشانه های ایتیاد در این است که اغلب میل استرار آمیز در کار است که آزادی و حق انتخاب را محدود می کند، یعنی قدرت انتخاب و تصمیم گیری را از شخص می گیرد. حال آنکه در یک رابطه سالم ناشی از عشق ما حق انتخاب داریم و با استفاده قدرت تفکر و تعقل خود می توانیم تصمیم درستی بگیریم، اما در یک رابطه غلط طبعاً با وابستگی بیش از حد، وقتی خود شخص می داند که ادامه ارتباط به نفع وی نیست، باز هم ادامه می دهد، زیرا احساس می کند باید این شخص را حفظ کند و به وی وابسته باقی بماند، حتی اگر این رابطه برایش مخرب باشد. بنابراین اولین نشانه وجود یک رابطه مخرب ناشی از وابستگی خصوصیت اضطرارگونه آن است. افراد معتاد اگر ندانند مواد مخدر خود را چگونه تهیه کنند وحشت زده می شوند، و یا افرادی که از سیگرت استفاده می کنند وقتی در جای قرار می گیرند که آنجا کشیدن سیگرت ممنوع است ناراحت می شوند. همچنین افراد هم که در یک رابطه غلط اعتیادگونه قرار می گیرند، از فکر این که این رابطه قطع شود احساس وحشت می کنند. عزیزان در ارتباط با وابستگی دانستیم، جزئیات بیشتر از استاد گرامی جویا میشیم. استاد خیلی خوش آمدید. عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز تلویزیون خورشید، و خوش هستم که باز ما در خدمت قرار دارم و اینکه بحث وابستگی رو قبلا شما اشاره کردین که بارها و بارها روش صحبت شده. متاسفانه یک تا موزل اساسی به حد بحران و فاجعه در روابط انسانی همین مسئله هست. بارها و بارها صحبت هم اگر شده از ابعاد ایجاب میکنه روش صحبت شده که ما بتانیم یک راه حل مناسبه و خاطر بیرون رفت از یک رابطه ای که هیچ وقت بر ما نتانسته که نیازهای ما را تأمین بکنه و اونجا ما را با واقعیت و حقیقت روبرو بسازه و اصلا ما شما بتانیم از نوعیت رابطه لذت ببریم رفت بر ما فراهم نشده. روی از این ملحوظ من حس میکنم که روی وابستگی بیشتر صحبت شد تا بتانیم راهی را به خاطر بیرون رفت از یک مشکلی که هیچ وقت
ما نتونستیم از رابطه لذت ببریم را پیدا بکنیم. بله استاد، خوب است در ارتباط به انواع وابستگی هم از شما بدانیم. حالا یک زمان است که ما طفل هستیم، وابسته به پدر و مادر خود هستیم، و یکی به مرور زمان بزرگتر میشیم، سن ما بلندتر میره، در کدام سن است که باید ما یک فرد مستقل باشیم و اصلا حس بیش از حد وابستگی را حتی به پدر و مادرم نداشته باشیم؟ از این قسمت آغاز کنیم صحبت های شما را، و به می قسم بعد میریم به طرف زندگی مشترک، خانم و شوهر، یا کسایی که فکر میکنن یا بیننده های ما پرسش های مطرح ساختن که رابطهشانشون عاشقانه است یا کس را دوست دارن بیش از حد وابسته هستن، در مورد از رازش شما خواهش. خیلی خوب، گیتی بارها روی از این مسئله صحبت هایم شده، و شما که میگین در کدام برهه و کدام مقطع از سن فرد بیشتر وابستگی ایجاد میشه، معمولا سن مشخصی به خاطر وابستگی را تای برنامه های متعدد هم متوضیح و تشریح دادیم که 8 مرحله داره، و از سن 8 الی 12 سالگی این اوج بحران وابستگی فرد به والدین، و بالاخره اگر احیانا در سن 18 الی 22 سالگی آزادی و رهایی را اینا تجربه نکنند، باقی میمانند و همیشه در وابستگی به سر میبرند. یعنی سن اصلی وابسته شدن فرد بین 8 الی 12 سالگی هست، و بعدش اگر احیانا در سن 12 سالگی آهسته آهسته میتودهای آموزشی، میتودهایی که در خانواده به لحاظ تربیتی مد نظر میگیرند، والدین بتوانن فرزند خودان یک مقدار آزاد و یک مقدار رها تربیه بکنن، آزاد و رها البته در قالب یک محدوده که ما تعریفات داریم برش، روی از این ملحوظ ما میتونیم که فرزند غیر وابسته داشته باشیم. و سنی که اگر احیانا بعد از 22 یک فرد به وابستگی به اصطلاح وابسته میمانه، در واقع اصل منشأ و مبدأش برمیگرده که بین 12 الی 18 سالگی روند معمول عادی آزادی و رهایی از روابط تجربه نکردن. و روی این ملحوظ متاسفانه ما میبینیم در یک جامعه که معمولا بزرگترین انتقاب در روابط میان فردی جوامع سوم همی است، میگن که بیشتر بلای روابطشان وابستگی هست، و در واقع بزرگترین درصد اضمحلال و متلاشی شدن روابط را همین وسیله تشکیل میده که یک فرد هی گریزان است و طرف مقابل آویزان است. از همین جا مشکل شروع میشه که طرف مقابل حس میکنه که من نباید در رابطه با شما، و هی طرف کوشش داره که حفظ بکنه این تسلسل، حفظ بکنه این رابطه را، که در واقع به هر زبانی که سبک سنگین کردن در روابط شروع شد، هیچ وقت حسی به خاطر لذت در اونجا باقی نمانده. و منشأ و مبدأش در نوعیت رابطه از اینجا شروع میشه که من خود من نسبت به طرف مقابل حقیر و فقیر و پست و ناتوانتر ببینم. روی این ملحوظ هی، و خب مثلا من وقتی که ما خود ما را حقیر میپنداریم، طرف مقابل هم با یک بینش عجیب و غریب، با یک مقاماتی که ما برشان قائل هستیم، حس میکنیم که اونا خیلی برجسته و بزرگتر و ما پست و حقیرتر، و باید هی اگر احیانا یک روز رابطه از بین رفت، ما با طرف مقابل نبودیم، اونا با ما نبود، ماهیت و منیت و جایگاه و مقام ما و منصب ما از بین رفته و ما نتانستیم که رابطه داشته باشیم. بله استاد، خوب است بریم به طرف چند پیام بازرگانی. خوب شد مقدمی از شما داشتیم و بیننده ها هم آگاه شدن در ارتباط با راه های بیرون رفت از وابستگی. عزیزان صحبت های بیشتر با استاد گرامی می داشته باشیم و تماس های سوی شما همچنان. چند پیام بازرگانی رو ببینیم، برمیگردیم. برگشتیم عزیزان، از تماس ها یادآوری کردم 0220-220-1093 تماس شما را هم می داشته باشیم. استاد بریم به طرف رابط عاشقانه یادآوری کردم. بعضن که فکر می کنن بیش از حد وابسته به یک پسر هستن، یا پسر فکر می کنن با یک دختر بیش از حد وابسته هستن و حس وابستگی دارن، این وابستگی ها چقدر می تونن منجر به پیامدهای منفی در زندگیشون شو از راه بر خودشان داشته باشه، و ای از کجا میشینه میحس؟ بزرگترین مشکل در مسئله وابستگی متاسفانه عدم پیشرفت ها هست. حفظ موقعیت فرد به حالت منحد و منجمدش. تا هر زمانی که در حد یک تا رابطه فکر کردن، متاسفانه رابط زیاد را از دست میدن. تا هر زمانی که یک تا رابطه را بر خود بزرگ ساختن و بت ساختن از طرف مقابل، یک بت خوشتراش و خوش رنگی که خودش دوست داره و ترتیب کرده و ترسیم کرده، ساخته و پرداخته ذهن خودش است، شاید هم هیچ وقت در واقعیت و حقیقت این گونه نباشه.
شاید بعد از یک مدت زمانی که به اصطلاح رابطه منجر به توسل شد، در بیابند که هیچ این انسان با او تصوری که من تصویری که من داشتم مطابقت ندارن. اما مهم اینجا است که پیدایش از این حس نسبت به طرف مقابل از کجا شده میشه. در زندگی انسان معمولا به لحاظ روانشناسی ما میکانیزم های دفاعی داریم و این میکانیزم های دفاعی متاسفانه حالتی را در زندگی انسان ها ایجاد میکنه که هر زمان فرد شکافی را در زندگی خود داشته، شکست تنهایی را در زندگی خود داشته، تقلا و کوشش به است که یک روز از یک جای بتانه مرفوع بکنه. حالا چقدر خوب است گیره در تصویر را در وجود یک فرد مجسم ساخته و گره زده به کسی که در واقع همون رابطه آویزان و گریزان ایجاد کرده. حالا به کسی خودش گره زده که هیچ وقت نه واقعیتش با این سازگار بوده، نه حقیقتش، نه مجاورت هایی داشتن، نه مشابهت هایی داشتن. هیچ وقت هم نشده که این فرد با هم همخوانی هایی داشته باشن و هیچ وقت هم نشده که از نویت از برقراری از این رابطه اینا حس لذت داشته باشن. فقط اصل منشأ اینجاست که فرد چیزی را گم کرده در درون خود و هی در جنگ است با درون خود، خود قانع ساخته نمیتونه که بتونه از این رابطه خودش بیرون بسازه، آزاد بسازه و رها بسازه. حالا اگر یک فرد بر مبنای یک تا تخیل، بر مبنای یک تا تصوری که در زندگی خود قبلا داشته، تجربیات داشته و امروز رابطه را فکر میکنه که بسیار بر زیبا هست، دکتر انوشه هم بارها این مقوله را تکرار کردیم که میگه مسیر وصل زیباست نه خود وصل. روزی که اگر رابطه به تواصل منجر شد، هیچ وقت هم اون نه تصویر اولیه مانده در رابطه، نه اون لذتی که ما در دور خیال پردازی ها و او فیلم سازی هایی که در ذهن خود داشتیم اینا. اما مسئله وابستگی متاسفانه همیشه مانع صد و مشکل است، به خاطر از اینکه ما نتونیم پیشرفت بکنیم. یک مسئله در زندگی مشترک بارها استاد این مسائل رو شاید ما دیده باشیم، بعضا از طرف خانم‌ها در جامعه ما همین گونه است که بیش از حد وابسته به شوهرشان، آنگونی هستند که نمیتونن یک تصمیم را به تنهایی خودشان بگیرن یا هر چیز را باید اجازه شوهر خود داشته باشن. یا برمیگرده به مو وابستگی، برای چی تعریفش استاد؟ تماس داریم با مسئله صحبتتان قطع کردم، ایره میاداشت میداشته باشم پاسخ شما میداشته باشیم. سلام به شما بیننده عزیز، بعد از ظهرتان بخیر. سلام علیکم گیتی عزیز، به شما به مهمان برنامه تان سلامت باشین محترم، خوش آمدین، بفرمایین. فیدیلیاس زاره هستم از کابل. خیلی خوش آمدین، بفرمایین، پرسشتان مطرح بسازین. زنده باشین. پرسش مایی بود که آدم یکی را دوست می‌داشته باشه بسیار، چی رقم کنه که او را فراموش کنه وقتی که جدا میشه، که هیچ اصلا به یاد آدم نبیه از اگه این کسا دوست داشته میخواین فراموش کنین. چرا باید جدا شون؟ خب سعی جواب آدم نمیته بیبفایی میکنه دیگه. ما یک سلسله توضیحات، اگرچه که معمولا در برنامه هایی که از این قبیل هست مشاوره ایجاب میکنه، باید با طولانی مدت در لین باشیم و صحبت بکنیم، اما چون وقت برنامه کافی نیست، ما کوشش میکنم از طریق تلویزیون برتان بفهمانم و شما این را مد نظر داشته باشید. همون پاسخی که شما قبلا سوالش هم داشتین عین مسئله است که زاره سوال کرد. زاره یک چیز فراموش نکنین، همیشه در رابطه نیازهای هر دو طرف مطرح است، همیشه توازن هر دو طرف مطرح است، تساوی هر دو طرف مطرح است. اگر قرار باشه که طرف مقابل حس بکنه که در این رابطه نسبت به ما، نسبت به جایگاه ما خودش را برتر میدانه، در اونجا همین دقیقاً این مسئله است که به قول شما بی‌وفایی شروع است، بی‌محلی شروع است، بی‌توجهی شروع است. ببینید که اشکال نوعیت رابطه از کجا شروع میشه. یک مسئله. حالا یک تا مسئله که من زیاد در این اواخر امرش سر کار دارم، در خانواده ها مخصوصا خانم ها با عنوان مراجع پیش ما میان، ما بر امرای ما مشوره میکنن، میگن که با کل اون وقاحت و بدی و زشتی هایی که به صلاح شوهرشان دارن، میگن ما نمیتونیم که رابطه رو ترک بکنیم. اصلا توصیه ما این نیست که ما بخوایم ترویج بکنیم این ترک کردن ها و دور شدن ها را. اما اگر احیانا یک روز رابطه بر ما رنج میده و دردآور هست، ای ما هستیم که باز هم همو با همو بدی ها و با همو زشتی ها و با همو کراهت هایش
بازم چسب بدیم به طرف مقابل. حالا در تمام رابطه ها یک نگاهی بر خودمون بندازیم و فکر بکنیم که ما در کجای رابطه هستیم و طرف مقابل از ما چی توقعات و انتظارات داره. حالا شاید یک تا سوال مطرح شود یا یک تا بینش اینجا مطرح باشه که همیشه نیازها مطرح نیست در رابطه. ما میگیم چرا؟ تمام انسان ها نویت رابطهش رو بر مبنای نیازهای ایجاد میکنن و احداث میکنن و تماما انسان ها به همین توقع هستن، به همین نظر هستن که اصلا حفظ توازن در رابطه مطرح هست. حالا اگر قرار باشه که ما یک تا سوال میکنم از زاری، اگر قرار باشه که یک کسی بر ما محل نمیگذاره، همراه ما صحبت نمیکنه و ما امروز تمام زندگی ما، تصورات و ما، خیالات ما را به همین حد کوچک ساختیم که حالا هی زانوی غم در بغل گرفتیم که من نمیتونم فراموش رو بکنیم، یعنی چی؟ آیا ما به حد کمبها و بیارزش و ناچیز و ناتوان و زبون هستم که باید بشینم و بگم فلان کس چرا مرا تحویل نمیگیره؟ اینجا اشکال رابطه در این است که ما خودم خیلی آدم زبون و ناتوان یافتیم، به حد خودم ناچیز یافتیم که ما به خاطر کسی میمرم که او به خاطر ما اقتبام نمیکنه. فراموش نکنید، تمام بیننده ها رو من میگم معمولا به این تفکر باشین که به خاطر کسی بمیرین که اونا به خاطر شما یک تب میکنن، نه ای که اونا اصلا نگاه انسانی نسبت به شما نداره و شما توقع دارین و تقلا دارین که شما رو بپذیره. حالا تلاش ما بر این باشه که ما خود ما رو در رابطه در حالت توازن ببینیم. هر زمانی که این یک مقدار پایین و بالاها و پستی بلندی ها رو من و شما حس میکنیم، همونجا از طرف مقابل به هوا میره و ما برش مقامات عجیب و غریب و فوق العاده و خارق العاده قائل میشیم و خود ما رو ناچیز تر میکنیم. بله، از پاسخ که داشتین با آقای زاری انشالله که برداشت داشته باشن. اونایی که بیوفایی میکنه با شما دیگه شما فراموشش کنین، اصلا بستای دکسیش نباشه. اصلا با این قسمت از چون بحث خیلی گسترده و وسیع است، با این قسمت تا به حال نرسیدیم که ما شما شروع بکنیم گام به گام چگونه بتونیم خودمون رو رها بسازیم. بله. یک استاد بله. تماس داریم ما از صحبتتون قطع میشه. بیننده های ما که البته تماس های می داشته باشه خوب است که مشکلاتشون داشته باشیم. سلام بر شما. بله سلام علیکم، وقت شما سلام. بخیر. سلامت باشین، بفرمایین. زنده و یک سلام جداگانه به میمان و محترمتان همچنان به همکار تکنیکی دارم. لطف میکنین، مهربان هستین. استاد محترم، ما در جامعه که زندگی میکنیم زیادتر همین خانواده که بچه‌هاشون یا دخترهاشون به خانواده آبسته هستن. این یک کار کرده نمیتونه در جامعه که خودش پیشرفت کنه. این نمیره چی رقم آدم میتونه ارتباط خود از خانواده یک کم که هر جوان که خودش یک آرزو داره خودش یک دستکار شود. این نمیره خانواده هستن جوان ها رو نمیمانن پیشرفت کنن، میگه ما چی میخواییم ما میفاییم، آبستگی کده خانواده بسیار داره، یک دور سیر پدر مادر نباشن یا مریض میشن. دقیقا چیزی را که شما اشاره میکنین، یک آبستگی که جان ما چیزی را که شما اشاره کردین کاملا دقیق است. میفهمین یک زمانی است شما قطع کنن پرسشو نداریم. من میگم چون سوال کلی داشتن برشون توضیح میتم. حتما بیننده باشین، پاسخ استاد بر شما داره. مسئله از همینجا شروع میشه که ما در جامعه خود ما اصلا در دوران کودکی، نوجوانی یا هم در جوانی استعداد زندگی مستقلانه بدون مداخلت دیگران را کسب نکردیم. اینا دلیلی میشه به اینکه حتی بعد از ازدواج بزرگترین مسئله که در بین زوجین فعلا مطرح میشه و به عنوان مراجعین پیش ما میان و پیش شما مشوره میخواین همین هست، بعد از ازدواج میگه خوشویم هی خسارم. اینا میگه سبب شده که ما رابطه خوب را نداشته باشیم. و وقتی هم خادم ما که میگم یا شوهر ما میگم که نکو گپشه که این سبب میشه که زندگی ما و شما به اصطلاح بر هم و در هم متلاشی شوه، اینا میگه نمیتونن اصلا همین تصمیم از زیره گرفتن نمیتونه که رد بکنه گپشان، یا اصلا نچسبه و وابسته نشن بر اونا. خیلی خوب میگن شما به عنوان کسانی که اگر بخواین فرزند وابسته نداشته باشن و بالاخره در این وابستگی ها که بزرگترین سوء استفاده ها مطرح میشه، در همین وابستگی ها بلاهای به سر طرف وابسته میارند و این قابل تصور هست، من میگم فرزندتان وقتی که سن 12 سالگی را تکمیل کرد آهسته آهسته کوشش بکنید که به استقلال عمل کردی و فکری خود برسه. در جامعه دیگه بارها ما مثال داریم که وقتی که فرزند به سن 12 سالگی رسید
به خاطر 3 روز یا 4 روز به یک کمپ میبرن، تمام ارتباطش با پدر و مادر قطع میکنن. اما اینجا که ما شما در جامعه خود امکاناتش نداریم، خب به هر حال والدین میتونن که یک راههای بدیل تقریبا بدیل را برش ایجاد بکنن تا بتونن فرزندشان حتی به دوری شما اگر به این احساس برسن که اگر یک روز پدر و مادر نبود در این دنیا، بازم فرزند باید زندگی بکنه و بتونه موفق شود. استاد بعضن هم یه حس وابستگی بیش از حد از پسر یا از طرف دختر به پدر و مادرش، این باعث دخالت زیاد از نگه بشتر باشان هم ماشای بودیم شده. زمینه را ما فراهم ساختیم، بیکفایتی های ما، بیدرایتی های ما زمینه را ایجاد کرده که حالا هر دستی باید باشه، نه پدر و مادر، هر دسته. چون ما خود ما تصمیم گرفتن تا امروز در زندگی خود استقلال فکری و عمل کردی نداشتیم، حالا دیگه هر دستی که میایه این مشکل از اون دستا نیست، به دلیلی که ما مدیریت و کفایت و درایت لازمه به خاطر یک زندگی خوب ایدال نداریم. استاد با من آخرین تماس بینیدیم ما روی خط تلفن هستن، پرسشان هم داشته باشیم. سلام بر شما. سلام علیکم و علیکم السلام به نشست از گیدانا به تماس شدیم. سلام به شما و به میمان محترمتان. سلامت باشین بانو بنفشه، بفرمایید. ببخشین، ما 11 سال میشه که عروسی کردیم و بنا به مشکلاتی که در خانه خسر خیلیم داشتم آمدیم خانه پدرم که تشوارم یک جای نمیجا زندگی کنم. حالا ما میخواییم که تنها زندگی کنم که تشوارم یک جای در یک خانه دیگه، اما پدر و مادرم مخالفت میکنم، میگن خیر همینجا باشین، ما رو نمیمن که به میتل خود زندگی کنیم. میخواستم از ما یک مشوره بگیرم. تصمیمی که شما میخواییم تنها زندگی کنین بر نمیگرده با پدر و مادرتون و اصلا ای شما هستین که با شوهرتون باید زندگی مستقل داشته باشین، مبتنی بر یک شرطه که اولا شما باید توانایی از ایره نشان بتین که من اگر احیانا یک روز مستقل زندگی میکنم شما زندگیش رو میتونین که زندگیتون رو به پیش برین. و از طرف دوم یک دو تصور غلط و بسیار که نادرست است پیش والدینی رو میخوایم اشاره بکنم. وقتی که فرزند ما به 20 سال و 30 سال رسیده سنشان، حالا ما فکر میکنیم همون طفل کوچکی بوده که ما روز دستش را گرفتیم و راه رفتن را برش یاد دادیم. تا امروز به این فکر نرسیدیم که دیگه یک آدم برومند است، یک آدم توانا هست، یک آدم مدیر است که زندگی خودش را در پیش ببره. بعدش هم ما اگر قرار باشه که والدین به خاطر اینکه با مانع شو زندگی مستقل داشته باشیم، باید دلیل داشته باشه و دلیل مقنع داشته باشه. و اگر دلیلشان این باشه که فرزند ما در گذشته هم کوچک بود و امروز هم همون کوچک است که نمیتونه زندگی مستقل داشته باشه، یک. دوم، اگر احیانا شما توانایی، نمیخوایم کس خفه شود از من، اگر توانایی زندگی مستقل نداشتین، خب بازگه بهترین زندگی در اون خانه شوهر است، شوهر آوردی به خانه مادر. اینجا رو متوجه باشین این نکته را. بنان هر زمانی که شما مستعد به خاطر زندگی مدیرانه و مدبرانه رو پیدا کردین، مسلما زندگی بر شما فراهم میشه. و معمولا کسانی که توانایی و درایتش داره، دیگران معمولا اونا میان با اینا زندگی میکنن. نه اینکه شما بیاین با پدر و مادر زندگی بکنین، شوهرتونه برین. من میگم که هر فردی که در جامعه توانایی و درایت زندگی خوب و مدیرانه را داشت، معمولا حالت آین رو باره میداشته باشن، دیگران رو به خود جذب میکنن و نه اینکه اینا به کسی پناه ببره. بنان کوشش بکنید که خلاهای زندگی رو پیدا بکنید، کمی ها و کاستی هایی که موجود است اونا رو پیدا بکنید شما. و من مطمئن هستم که یک روز به یه آرزویتان با توانمندی خودتان میرسید. نه اینکه حالا خیلی توان به اصطلاح شایقش هستین، علاقمندش هستین و به یه آرزوی محالتان نرسیدین. کوشش بکنین، این خیلی محال نیست، کافی است که شما درایت و توانایی پیدا بکنید. سلامت باشین استاد. پرسشایی که یک پرسش که از شما پرسیدم ولی متاسفانه فرصت دیگه نمونده، همکارم میگه که وقت کاملا به اتمام رسیده و باید از حضور بینده ها مرخص شیم. بازم ممنونتان. سلامت باشین. یک مبحث بزرگ از عزیزان، روزهای بعد این مبحث دنبال خواهیم کرد. شما هم بیننده باشین، فقط تلاش بر همین داشته باشین که خوشبخت زندگی کنین در کنار یک دیگر و این نکات را که ما در برنامه رسم زندگی در نظر میگیریم بر شما انشالله که برداشت داشته باشین از صحبت های مهمانی که ما در برنامه می داشته باشیم و مشورهایی که از ایشان می داشته باشین، این گونه شوید درست زندگی کردن را بدانید. تا فردا، خدا نگهدار.